اونجا یه حالتی پیدا میشه که آدم وقتی شلاق میخوره یا کتک میخوره یا فشارهای مختلفی که بهش میاد، کلیه اون چیزایی که فراموش کرده اونجا به ذهنش میاد، چون همش تو فکر اون قضیه میفته که کسی رو لو نده. تمام دوستان، تمام فعالیت‌ها، تمام اعلامیه‌ها، تمام کاری که کرده تو ذهنش میاد. و چون تو ذهنش میاد، از اون میخواد نگه که خب مشکلات دیگه. اگه بخواد بگه که فکر میکنه که نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد رفقای خودش سر جای خودش خوابیدن و اونا دارن شکنجه میشه. ما آدمی رو داشتیم که اینها دو سال میبردن شکنجهش میکرد. خب افراد برای اینکه افراد دیگه لو ندن، افراد دستگیر نشن، سعی میکردن که واقعا مقاومت کنن. اونجا شکنجه به انواع مختلف بود. آپولو بود، شوک برقی بود، آویزان کردن بود، بیخوابی بود. شنیده بودم طبقات کمیته به تناسب میزان تخطی افراد بالا می روند. با چشمهای بسته وقتی پله ها را طی می کردم، به تدریج متوجه میزان اطلاعات بازجوها از فعالیت هایم می شدم. موساد در آموزش دادن ساواک نقش بسیار مهمی داشت. هر متهمی رو با یک کارت می‌دادن، به قول معلومه که درجه یک و دو و سه داشتن. اینها یاد گرفته بودن که به چه شکلی دستشون رو در بیارن، نگه دارن که بزنن تو گوش آدم‌ها که پرده گوش آدم‌ها پاره بشه. و این کارو با من کردن و یه پرده گوشم پاره کردن. که بیشترین کارم این تهرانی این کارو می‌کرد. تهرانی خیلی دیده بود دوره های وحشتناکی دیده بودش. این ترانی از این شلوارهای لی می پوشید و یه جا گیوه ملکی می پوشید و یه پیرانه آستین کوتاه سفید هم همیشه تنش بود، زمستون و تابستون. یه کله خیلی گنده‌ای هم داشت. با این گیوه ملکیش من گذاشت رو صورت من. فلان فلان شده، حرفتو نمیزنی، فلان فلان شده، فلان فلان شده. با یه لگت دیگهش اینجوری بود، با یه لگت دیگهش مثلا پای چپش تو صورت من بود، با پای راستش میزد تو شکم من. تمرین کرده بودن که چهار انگشت دستشون رو صاف میکردن و محکم میزدن به شکم افراد، معده رو میگرفتن، معده آدم رو، عضله معده رو میگرفتن، بعد میچرخوندن، معده خونریزی میکرد. در سلول یک کاسه داشتم، هم کاسه غذا بود، هم کاسه آب، هم کاسه طهارت. هدف آنها از ساعتها تحت فشار قرار دادن عنوان بود که قفل مقاومتش را بشکنند تا با پی بردن به اسرارش تحقیرش کنند، وحدت روحیش را به هم بریزند و از او موجودی وحشت زده و متزلزل بسازند. اما او در تنگنای قفسهای سیمانی و نمناک توانسته بود نقبی بزند به آنی که قلبش را آرام می کرد و صفا می داد. در بخش اطلاعاتی موساد در ایران فعال میشه به این ترتیب که در واقع در سازماندهی آموزش و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات ساواک کار میکنه. یه آدمایی رو با یه خصوصیات اخلاقی که کاملا حرفه‌ای در شکنجه کردن دیگران برای به هر قیمتی برای گرفتن حرف، چون اونا هدف که دنبال میکردن اون که اطلاعات بگیرن، اون 24 ساعت اول هم براشون حیاتی بود. لذا یه تعداد آدم رو انتخاب میکنن به طور منظم میبرن اسرائیل، آموزش میدن، حتی تو شکنجهگاهایی که فلسطینی ها رو شکنجه میدونن میبردن، ایشونش رو میدونن. کار دیگرشون این بود که سوزن میکردن زیر انگشتای دست. مال من مثلا این خود شستم رو کردن، این انگشت شستم این سوزن کردن تو این دستم. من در شرایط طاقت فرسا و غیر قابل تحمل کمیته مشترک 5 ماه در سلول انفرادی و 1 ماه هم در بند شماره 3 استقامت کردم. در مرداد 52 به زندان موقت قصر انتقال یافتم و 10 روز را در آنجا به سر بردم. بعد به زندان شماره 4 قصر جابجا شدم.
در این زندان بود که من را در اسفند ماه 52 به دادگاه بدوی روانه کردند و در آنجا حکم 15 سال زندان و حبس برایم صادر شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و حبس ابد شدت یافت. بازجوها رو جوری تربیت میکردن که اول مسائل عاطفی رو به هیچ عنوان نباید ملاحظه بکنن، به هیچ عنوان. دوم این که به هیچ عنوانی به فرد فکر نکنن. که خبیثتریشون همین منوچهری بود، عطاپور بود، یه آقای مریض بود، دلش درد میکرد. اینها بهش گفتود که مثلا آقای منوچهری مثلا من دلم درد میکنه، اگه میشه مثلا بگید مثلا یه دکتری ببینه یا مثلا یه قرصی به من بدن مثلا این چیز. این بلند کرد، این آدم رو کوبید به دیوار و یه لگد محکم کوبید به شکمش و گفت خوب شد. گای باور کنید 48 ساعت رو میسد میزن واردن بودن که چجوری بزنن که طرف نمیره. من مجدد منو چهری خواست گفتش که خیال میکنید که انقلاب پیروز میشه و فلان از این حرفا و شروع کرد یه سری حرف زدن و از این بعدم گفتش که فکر میکنید اگه پیروز شدین شما به ما دسترسی پیدا میکنید؟ ابدا، ما میذاریم از این مملکت میریم. خب من اون موقع در زندان بودم و به اون معنا پیروزی رو حالا یا قریب الوقوع ببینیم یا اصلا ببینیم یا نبینیم فکر نمیکردیم بهش. حالا حرکت دیگه هم کردن، گفتم اخلاق و ادب اجازه نمیده انسان بگه. و بعدم از نظر مالی بسیار دست اینا باز بود، مرتب به اینا پاداش های زیاد، حقوق های بالا، امکانات فراوان، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. حداقل اینا 10 برابر کارمندای دیگه دولت حقوق میگرفتن، منهای پاداش ها و مزایا. مثلا هر گروه 5 نفره ای که اینا میگرفتن در سالهای 50-51 اون زمان بین 20-30 هزار تومان پاداش میگرفتن. حالا اگر یه چریک میکشتن گاهی تا 50 هزار تومان پاداش میگرفتن. به امریکا هم گزارش میدادن که ما این تعداد کمونیست گرفتیم، چون باید به تعداد کمونیستایی که میگرفتن ساواک متقابلا امتیاز میگرفت. یعنی امریکا براش خیلی مهم بود که ساواک ایران چند تا کمونیست گرفته. حالا جالبه و همه ما مذهبی ها رو اینا کمونیست میگرفتن. تلختر از تازیانه ها و زهراگین تر از مشتلگت هایی که بدن او را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند، کم لطفی ها و بی‌انصافی های کسانی بود که با عنوان مبارز در کنار او جا می گرفتند. اما هنوز نتوانسته بودند بر خودخواهی های خود پیروز شدند. آنها سرخوردگی طاقت فرسایی را در فضای سنگین و سرد زندان پخش می کردند که به راستی سلول را به گوری وحشتناک و دیگر رو تبدیل کرد. حدوداً نیمه مهر ماه 53 مرا از قصر روانه کمیته مشترک کردند. این نقل و انتقال بر وخامت روحی و فکری هم افزود. این قضایی همینجور کش و قوس داشت. من از اوین به کمیته، از کمیته به اوین و همش هم به صورت انفرادی بودم. یهو چش بسته بود دیگه، چش بسته بودش و میرفتیم میشستی تو اتاق بازجویی یا یه دونه سیگار میکرد توی بینی و اینجوری میگرم سیگارشو خاموش میگرم بعد قش 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 میکنم قش. این کارو بیشتر این آرش میکرد. راحت آدم میکشن، هیچ براشون مشکلی نبود. اما در عین حال این رو هم داشتن که تا اونجا که ممکنه آدم رو نکشن برای اینکه اطلاعات بگیرن، نه به خاطر اینکه برای جون آدم ها ارزش قائل بودن. لذا آدمی رو بود که مثلا 6 ماه 1 سال انواع و اقسام شکنجه میدادن بعدم با یه گلوله میکشتنش. محمدی محافظ مخصوص شاه بود. شاه مثلا میخواست بره هر جایی یا افتتاحی کنه یا کار داره، این 48 ساعت میرفتش تو اون اتاق تو محل میمون و این خیلی به قول گفتنی خیلی خوشتیپ بود. آزادی کاملشن، یعنی اگر یه بازجوی ساواک یه کسی رو میکشت اصلا کسی بهش نمیگفت تو چرا این آدم رو کشتی یا چطور شد که کشتی. رسولی کم کسی نبود، ما یه رسولی میگیم یه رسولی میشنویم
با اون قد 150-60 سانتیش بوغایی بود، رسولی جاسوسی بود حتی بین بازجوها. قبل از انتقالمان به کمیته در قصر شنیده بودیم که 2-3 نفر از بچه ها دستگیر شدند. حدس می زدم که به سبب اعترافات جدید دستگیر شدگان مطالب تازه ای از من به دست بازجویان افتاده باشد. نزدیک ظهر بود که به کمیته رسیدیم. در این مدت فکر و اندیشم فقط این بود که چه کنم؟ مانند دفعه پیش کسی یا چیزی را لو ندهم و یا چگونه رشته دروغ‌های قبلیم را دنبال کنم. نگران بود آن لحظه هایی که ناگزیر میبایست روبرو میشد با خبره‌ترین عامل شکنجه. اسم او لرزه بر اندام همه مبارزان میانداخت. از همه قهارده، از همه متخصص در تو شکنجه فقط شخص حسینی. او چگونه میتوانست بر مقاومتش ادامه دهد؟ قهارترین شکنجهگر برای او دندان تیز کرده بود. اتاق حسینی اتاق بود، توش آپولو بود، توش یه تخت خواب بود، کابل بود، سوزن الکترونیکی بود. هر لحظه دیوارهای سیمانی قفس از وحشت شکستن مقاومتش برای او تنگ تر می شد. می خواست راهی پیدا کند تا بر این نگرانی و وحشت پیروز شود. حسینی که یک استوار بود ولی شکنجه‌گر قابلی بود، یعنی آموزش دیده بود به هر صورت. این آدم عجیب بود. تا می توانست خود را پیوند می زد به گرما و نوری که در دلش در لحظه های یأس و ناامیدی جاری می شدند. در دمدمای صبح نوری در دلم روشن شد. به این رسیدم که وظیفه و تکلیف من این است که مقاومت کنم و چیزی نگویم. باید ایستاد و اگر قرار به مردن هم باشد باید ایستاده مرد. روز 16 یا 17 ماه مبارک رمضان بود. حدود 8 آمدند و گفتند شاهی بیاید. یکی می پرسید و بعد به دیگری پاس می داد. شاید علت این شیوه بازجویی آن بود که دستگیر شدگان هر یک در برابر بازجوی خود اعترافاتی درباره من کرده بودند، لذا همه بازجوها با من سر و کار داشتند. از چنگ یکی در می آمدم و به چنگ دیگری می افتادم. هر یک چیزی می پرسیدند و منتظر جواب نمی شدند. از سوالات و اظهارات آنها متوجه شدم اتفاقی افتاده و یک سری مسائل لو رفته است. اصلا هیچی حالیش نبود، منتها چون خیلی قوی بود، خیلی کریان منظر بود، این رو آورده بودنش گفته بودن فقط شکنجه بکنه. کارش این بود، بازجا میگفتم بزن، اونم میزد. اومد در رو باز کرد و یکی از این رسولی هم باش بود و ازادی هم باش بود و حسینی هم باش بود. یکی از این همسلولوی ما گفتش که من دلم درد میکنه. گفت حرفاتو نزدی دل درد میکنه. حسینی بهش گفتش که من الان دلشو به اصطلاح خوب میکنم، معالجه میکنم. اومد توی سلول همینجوری دست انداخت این شکم این همسلولوی ما رو گرفت و بلندش کرد. یعنی ببینی اصلا خیلی آدم فکرم تو این فیلم ها اگه اینجوری ببینه، اینجوری کسی گرفتش همینجوری اینو بلند کرد، شکمش رو گرفت بلندش کرد و بعدش بردش. وقتی دیدند نتیجه ای نمیگیرند، محمدی نگهبان را صدا کرد و گفت ایشان را ببرید پیش آقای حسینی. حسینی که اصلا آدم به قیافه‌ش می‌دید وحشت می‌کرد. هیولای شکنجه انتظارش را می‌کشید.
حسینی که یه حیوان وحشی بود. او را به جای می بردند که استوارترین اراده ها را به لرز انداخته بود. بهش می گفتن دکتر حسینی واقعا تو رشته شکنجه دکترا داشت. اتاقی پر از اسباب شکنجه. من تو بازوی اولیه هم ایشون رو ندیدم که سال اول 52 بود. اتاقی در انتهای تاریکی و وحشت.